د ټلو ټلویزیون ګران لیدونکو السلام علیکم د افطاری یا روژه ماتی خبرونه ته شرغ لاس په دې لچ نن ورځ مو په خیر او خوشحالی سره تیر کړی وي او یو ساعت پاتې لمر سره تاسو خوشاله تیر سی او زموږ سره شی شی به ولرې زه مجیب رحمان عارض او زما ګران همکار هادیه همدرد تاسو په خدمت کې سلام به تمام دوستان عزیزی که بیننده تلویزیون طلوع هستین. آرزو دارم که جور و صحتمند و سرحال باشین، طاعت و عبادتتان قبول باشم. امروز 20 روز گذشت از ماه مبارک رمضان و امیدی دارم که 20 روز با طاعت و عبادت، با مساعدت، با کمک و همدردی سپری کرده باشین. عزیزا بیاین در آغاز برنامه شماره حسابای بانکی طلوع و برنامه افطاری را ببینیم که شما میتونین از طریق این شماره حسابای بانکی با همتنان نیازمند و مستحق ما در هرات کمک بکنین. همتنان ما که از اثر خشکسالی، جاری شدن سیلاب‌ها از ولایات همجوار به هرات پناه بردند و شب و روزهای سخت را سپری میکنند. پولی که ما در این شماره حسابای بانکی به دست میاریم، این پول به تاریخ 29 ماه مبارک رمضان به این هموطنان نیازمند و مستحق ما رسانده خواهد شد. شما تا 25 ماه مبارک رمضان فرصت دارین تا ای که با این هموطنان نیازمند ما کمک بکنین و یاری بکنین. بله، و یعنی 5 روز دیگه شما فرصت دارین، پس عجله کنین. هر چی زودتر پول را که میخواین مساعدت بکنین با ما ارسال کنین. و مهمان امشب برنامه افطاری که مطمئنا شما منتظرش هستین، امشب ما در برنامه یکی از افسران با تجربه، صادق و وطن دوست اردوی ملی را با خود داریم. دگرمن سید محمود شاه را به برنامه خوش آمدید میگیم. ما شما هم دیگه تیار سای استاد شویم که بله، یک نظامی میه، یک منصبدار میه. السلام علیکم. السلام علیکم سید. سلام ماشی سی. من انا سیب. شرق لاسیب. خیلی سیب. سلام. خوش آمدین. خوش باشید. میروانی سیب. میروانی. بچ کدن سیب. سلام علیکم. علی جان، امشب ما شما یک افطاری متفاوت خواهد داشتیم. بله. و خوشبختانه که یکی از کسایی که در خدمت هموطنهای ما، در خدمت ما هستن، همیشه امشب مهمان ما هستن. خیلی خوشحال هستیم. تشکر. بخیر باشیم. سلام دوستی، پاپایل که کتاب سوت و ایل واره لیدون کتا امون ساز پا خدمت کیو. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و اهل العقدتی من لسانی یفقه و قولی. به اجازه شما در ابتدا سلام خدمت دو گوینده موفق تلویزیون طلوع، مجیب جان عارض و خواهر ما هم هدیه جان. سلامت امیدوار هستم که روزای گرم را با این روزه ای که گرفتین مورد قبول خداوند قرار بگیره و ما و شما را توفیق عنایت بکنه که این روزای دیگر هم بخیر همه تو سپری بکنیم. هر چی اضافه‌تر گرمی باشه اما قدر ثوابش بیشتر است. واقعا واقعا همین مورال شما منصوبین اردوی ملی و همین جرات شما همیشه بسیار زیاد خوشم میاد. امیال که شما اینجا شیشتین، باور کنین که در رگای ما، در خون ما یک قوت جاری شد. بله. قربان شما، لطف بکنین. ما همیشه وقت اردوی قهرمان افغانستان همیشه وقت در خدمت مردم بوده و امشالله خواهد بود و امی انرژی که به خودت همه تو رخ میده در وجود ما ده چندیزی است که ما بتانیم در خدمت مردم خود قرار داشته باشیم. همیشه وقت شما را خداوند همیشه در پناه خود نگه داره و همیشه کامیاب و سربلند باشین. انشاءالله شما هستین که ما آرام زندگی میکنیم و دعای تمام هموطنان ما با شما هست و مخصوصا در این ماه مبارک رمضان ما از تمام هموطنانم خواهش میکنم که بیشتر دعا بکنن برای تمام مردم افغانستان و مخصوصا کسایی که در نظام هستن، در خط اول جنگ هستن و این وطن هم محافظت میکنن. خب دگروال صاحب، میخواییم که بیشتر درباره خودتان بگوین، چی مدت است که مصروف کار در نظام افغانستان هستین و این لباس مقدس بتن دارین و در کجا کجا شما وظیفه اجرا کردین؟
تشکر از سوال شما. بنده یکی از منصوبین اردوی ملی که خودتان میفهمین از دریشی ما هویداست، فعلا در مربوطات معاونت تامینات و تکنولوژی وزارت دفاع وظیفه اجرا میکنم و از 32 سال به این طرف در خدمت مردم افغانستان هستم. در سال 60 دربی شوانزای شامل شدیم، در 63 از دربی شوانزای 62 یا 63 بود دقیق یادم نیست فارغ شدیم و بعد از او در سال آخرای 65 از حربی پانتون از مسلک توپچی، چون آواز محمد تو توپ پرست پیشتر قبلا ذکر کردم قدیم مجیب جان که خدا نخواسته هیچ جایتان نکنم، من را آلم اونجا گفتن که کمی پایین تر صحبت بکنم، فارغ شدیم. یک مدت قماندان بلوک بودیم، قماندان بطریه توپچی بودیم، در مو عربی پانتون و بالاخره قماندان کندک توپچی بودیم و بعدا به صفت استاز در عربی پانتون ایفای وظیفه کردیم و بالاخره وقتی ریفورم شدیم در مربوطات معاونت تامینات و تکنولوژی ایفای وظیفه میکنم و در خدمت مردم خود هستم. بسیار عالی است. بدون شک یکی از دستاوردهای خیلی بزرگ کشور ما از 15 سال به این طرف امی خود تاسیس اردوی ملی است که واقعا ما برش افتخار میکنیم، به تمام سربازان و منصوبینی که در صفوف اردوی ملی در خدمت مردم و در خدمت وطن خود هستند، که یک گپ بسیار بزرگ است که واقعا مثل که قبلا گفتم امی هر کدام اینا باعث افتخار ماست. دقیقاً. و خیلی خوشحال هستیم که امشب شما را با خود داریم. دگروالت محترم، اگر لطف کنین که شما گفتین که از 30 سال، 35 سال، 32 سال، 32 سال به این طرف شما این لباس مقدس اردوی ملی را بتن کردین، از خاطراتتان کمی بر ما بگوین و آل خو عسکری و گپا نیست. وقتا دوری نظامای قبلی، نظامای قبلی دوری عسکری را چطور سپری کردین؟ بله مجیب جان قند، کمی مذاقم بکنیم در پلوش، رتبه ما دگرمن است. خوب شد که یک رتبه اعزازی را خودت به ما دادی که نه دگروال شدم. تشکر از خودت و عدیه جان ما که مرا یک رتبه دادی. منصبدار را میبینیم امور باز دگروال صاحب میگم. خب ما رتبه ما دگرمن است. بسیار عالی. خب وقتایی که ما در بی شوانزای بودیم، در او وقتا نظمی که در او وقتا بود بسیار مقید بود، همین مسائل اداری بسیار مقید بود و کامیابی هم اکثرا در مو وقتا اضافه تر به می خاطر بود که قیودات زیادتر برای منصوبین اردو بود، سلسله مراتب وجود داشت. ولی حالا بد نیست، روی هم رفته. بعضی مشکلات هایی که در وطن ما ایجاد شد و روی هم رفته، بازم خوب است، خوشحال هستیم امی که ما در خدمت مردم قرار گرفتیم. با همه کمی و کاسی هایی که در کشور هست، با او هم شکرگزار هستیم که میتونیم از وطن، از نوامیس ملی، از سرحدات خود با همه کمی و کاسی که داریم دفاع میکنیم و خوشحال هستیم که در خدمت مردم خود هستیم. بسیار خوب. از این که کار خوب و پاک و مقدس دیگه وجود نداره، ای که آدم در خدمت هموطنا و هم به خاطر آرامش وطن خود، از وطن خود، از خاک خود دفاع کنه. و میخوایم یک چیز رو بگویم که همین لباس چقدر زیبا است، لباس اردوی ملی و با تمام همون نشانا و اونجا نوشته است شعار اردوی ملی هم هست جان که خدا وطن وظیفه. وظیفه بله. و این یک گپ واقعیت است، هر کسی که در نظام داخل میشه اول اسلامیت و انسانیتش باید مهمتر از همه چیزش است، بعد از او باز اسلامیتش در مراتب بالاتر باشه و وظیفه خود در به حساب به ارتباط یعنی انسانیت و اسلامیت خود باید اما تو شرافتمندانه با ایمان و با وجدان باید در صفوف قوای مسلح افغانستان اجرا بکنه. عالی است دوستا. دگرمن سید محمود شاه سادات، یکی از منصوبین اردوی ملی افغانستان که همیشه در خدمت مردم بوده، امشب در افطاری مهمان ما است و قرار است که
با یک تن از هموطنان ما کمک و یاری بکنند که ما از این احساس نیک از اینا هم تشکر میکنم از اینکه دعوت ما را پذیرفتند. دگرمان صاحب اگر موافق باشین تا ای که ما قصه زندگی یک پدر را ببینیم که دخترش سخت بیمار است و متاسفانه توانایی علاج و تداوی دخترش نداره. درست است؟ با هم میبینیم. عالی است. ببینیم. اسم من شرف الدین است. من در وزارت مخابرات اجیر هستم. وایس کارکنم اونجا وظیفه اجرا میکنم. یک سه تا دختر دارم، یک دونه یک بچه دارم، یک خانمم هست، یک مادر پوچه سفیدم هست. دیگه مشکلات زندگی زیاد هست، این مدت یک سال شد سر. همین دختره که من داریم دوچارم کم کنی مبتلا شده. تا بالاخره که اون نتیجهش برای ما معلوم شد که همین داخل استخوان از این سبیه خون تولید نداره. خون تازه اگر برش پیدا کنیم اونه یک در روز اش روز خوب است. اما اگر خون یخچالی پیدا کنیم و خون یخچالی برش تطبیق کنیم نگه او باز هم تکلیف برش میته، هم تمام وجودش به درد میشه، هم استخوانش تمام وجودش به درد میشه، نگه او برش نمفتام تو مفیدام نیست. اسم من نظیرالدین، اما زمین سایه دی قلندر هستیم. یعنی این مریض که داره یعنی آدم همسایه ما میباشد. از مثلا مکن 10 سال میشه که رمش ناسم و میام سایم مستحق همی کمک ها است. بخاطر مریض بسیار ضرور داره، بیچاره است. داستان زندگی شرف الدین را دیدیم که دخترش سخت بیمار است و دگر من سب واقعا قسمی که شما میبینید بسیار مشکل است که یک پدر یک مادر اولادش مریض باشه و خودش هیچ کاری برش کرده نتونه. بالکل واقعیت میگی. از این که سخت‌ترین چیزی هیچ چیزی نیست که در دست پدر چیزی نباشه و اولادش همه تو واقعا پیش روش به دپا و چیزی پیش نباشه. ما همه را درک میکنیم، میفهمیم، ولی از دست ما چیزی نمی چی بکنیم. خداوند از دربار غیب شفا به کل مسلمین و به علل خصوص به این برادر عنایت بکنه، به این دخترک که دختر شفایاب شوه و هم امثال همه خداوند شفا نصیب بکنه. آمین. سلامت باشین دوستا. هموطنان خیراندیش و سخاوتمند ما از داخل کشور و از گوشه‌های مختلف دنیا به برنامه افطاری پول فرستادند و انشالله امشب قرار است که با شرف الدین کمک و یاری بکنیم و آرزوی ما ای است که با این پول بتونه که دخترش تداوی بکنه. پس از وقفه شرف الدین با ما خواهد بود. از جا بازم خوش آمدین به افطاری از طلوع. امشب مهمان خوب ما دگرمن سید محمود شاه سادات، یکی از منصوبین صادق و وطن دوست اردوی ملی هستند. دقایق قبل، لحظات قبل ما داستان زندگی شرف الدین و دخترش را دیدیم که دگرمن صاحبم خیلی زیاد ناراحت شد، چون میفهمم یک پدر است و قلب پدر بیشتر میتپه برای دخترش و بیشتر درد میبینه. بله. و اولادش کاملا. خب عدی جان اگر موافق باشین دگر آور صاحب با ما هست تا ای که ما امی شرف الدین پدر دختر را بخواهیم. بله. بله ازشان خواهش میکنیم از آقای شرف الدین که تشریف بیارن به برنامه به استودیو. سلام علیکم. سلام علیکم. خوش آمدیم جو جان. شرف الدین جان خوش آمدین استیما. خیلی سلام خوب هستین سر. السلام علیکم دگر باس محترم. شما خوب هستین سر؟ خیلی خوش آمدید. زنده باشی. بفرمایید مهربانی سر. خب
اول خوب بازم شما را خوش آمدید میگیم. قصه زندگی شما و دخترتان دیدیم. دخترتان چی نام داره؟ فتانه جان است. فتانه جان. چند ساله هستن؟ دختره که مثلا 8 ساله شده دیگه است. 8 ساله. بله. چی زمان متوجه شدین که اینا مشکل بیماری کم خونی دارن؟ از جان ترشد خوارو که همین سور پارسال. بله. همون کم 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 اشتیاز شد، مریض شد، پای درد استم و جان درد استم. همین بندک های پای خود از طرف شوکه میشد، بسته میکد. من پای درد استم، خب باز دکترها بود، میبردیم، مراجعه میکدیم، یک دوا، یک نقصه دوا و شربت و پیشکاری که میدادن. او را برش تدویق میکدیم و یک روز دو روز تسکین درد دوره برش میشد. اما بالاخره مدت تیر شد، یک ماه 20 روز تیر شد، حتی دو ماه تیر شد، دیدیم که دخترک اما تو سای وضعیتش خراب شده را. بازم سینمای پامیر یک دکتر بود، پیش از او بردمش، او همین نتیجه خونش را گرفت، خونش را معاینه کرد که دید گفت خیره تیزه که دفعه صحت طفل برسانه. بازی را ما در صحت طفل بردیم، تقریبا 9 بجه شام بود است. اونجا که بردیم دکتر صاحبا که دیدن معایناتش را گرفتن، گفت اول باید برازی خون پیدا کنی. تیزه که تو میاش بجه شام برازی خون پیدا کنی که دکتر بسیار وضعیتش خراب است و خون ضرورت داره. و رفتیم اونجا در بانک خون وزیر اکبرخان، اونجا خون تازه ما نیافتیم. پس آمدم پیش دکتر گفتم خون تازه خوب پیدا نمیشه سای. خون یخچالی اگر ضرورت است ما بریم. گفت نه برازی دختر هاش چطور میشه تاش بجشه و خون تازه برش پیدا کنه. باز رفتیم همونجا دویده خون تازه نبود. همونجا خداوندی سربازا و افسرهای اردوی ملی ما را همیشه وقت همه تو پایدار و زنده و باقی داشته باشن. همونجا دو تا سرباز استاده بدن، کدام همکارشان همونجا مریض بده به دیدار از او آمده بدن. باز اونا بر اگندیوال خود زنگ زدن که اگر گروپ خون ازی با این دخترک آشنا شوه بر ازی دخترک ما خون بگیره. تصادف که گروپ خون ازو به این سر نخورد، باز امی اندیوال خود گفت برو تو خیلی ادر امی خونه تر دفعه چکو که اگر گروپ خون خودت سر بخوره با این دخترک ما بر ازی می خون بتیم. او آدم گروپ خون خود چکت از اوام سر نخورد. خب بالاخره خود از امی سر باست. رفت همونجا گروپ خون خود معاینه کرد، دید که این گروپ خون ازی با دخترک من مشابه داره. چی از گروپ خونشان؟ بیار مثبت است. بیار چه مثبت است. بازم اینجا بله. از افتخارات و از خوبی های سربازان و منصوبین اردوی ملی همیشه سب دعاگوی از اینا هستیم سای. همیشه دعاگوی از اینا هستیم. در سنگر در هر جای با مردم هستن. با هر جای کستن ما همیشه والا همی که دسترخان عوار میشه. همه مسلمان ها را دعا میکنیم. اما های برادرها را زیافتر دعا میکنیم. تداوی فتانه جان چطور پیش میره و دکترها چی میگن؟ والا خود تداوی فتانه جان اون تو نرمال پیش میره. تا اون وقت که هم یک سال که شد هم یک ماه بعد 20 روز بعد ما برش یک 400 سی 360 سی خون میگرفتیم با یک دوایی که برای ما میداسه. اما حالا استاستا نمی درد ازی از تکلیفش بیشتر شده رفته 15 روز بعد برش خون میگرفتیم. حالا نمی تقریبا 20 روز شد کمی هفته دیگه هفته برش خون میگیریم. این دو جمعه برش خون گرفتیم، اینمی جمعه که نگذشت شد باز رفتم برش یک دکتر صاحب از خدا کتشان خوبی کنند در شفاخانه علی آباد است. او بار سیوم است که برای این دختره که من صاحب خون ادامه میکنه. بله. همین آمد وظیفه خود ایلا کرد، نوکری خود ایلا کردیم، شفاخانه مرکزی آمد برای دخترک 360 سی خون خود ایلا کرد. پس خودش وظیفه خود رفت، من بردم برای دخترک دیگه خون تدبیر کردیم. مال فضل خدا دیگه نرمال است. بله. بعد از این هفته دیگه هفته برش خون میگیریم. بله. بعد از این ما هم با شما هستیم، هر وقتی که نیاز باشه با خون حتما شما را کمک میکنیم و دوست داریم که فتانه جان بیاین با ما باشن. فتانه جان بیا بچه. فتانه جان چطوری؟ کاکایت قول میدی؟ سلام قندول قربانت بیا. سلام فتانه جان، چطور هستی؟ خوب هستی؟ چقدر دختر ناز است فتانه. کجا میشینی؟ بالای پدر جانت میشینی یا پیش ما؟ پیش ما. کجا میخوای بشینی؟ پالی پدر خود بشینه. بفرمایید. پدر خود بشینه. فتانه جان مکتب میره یا نمیره؟ والا بسیار علاقه داره صاحب، بسیار همیشه وقت یاد میکنه که مرا در مکتب خصوصی شامل کنه. خب که من درس بخونم، سبق بخونم، کوشش کنم که آینده من دکتر شوم. سه آفرین. من خود مریض هستم، دکتر شوبو مرا علاج من میکنه، تداوی مرا میکنه که من صحتمند شوم، خوب شوم. من خود من دکتر شوم که مریضا را من چیز کنم. سه فتانه جان تداوی بکنه. مورد تلویزیون میبینی یک دفعه برنامه رو سعی میکنی؟ خب آفرین. خوشت میاد؟ ماشاءالله. بخیر باشین. شرف الدین عزیز جان، وضعیت زندگی خود شما چطور است و
خلای وضعیت زندگی ما مجیب جان بدر، من خودم در وزارت مخابرات اجیر هستم. باید چه کار کنم، اونجا کار میکنم. مدت 2 سال شد که اونجا رفتیم. ماهی 6000 روپیه معاشم است. شما تلاش نکردین که اینا بله سر ما خود تا که توان ما بوده، اگر حتی برادرها و همکارای آمدن اون از نزدیک دیدن خانه را و منتها با اونم 6000 روپیه ما خود عیار ساختیم. چقدر پول نیاز است که بخیر به صورت اساسی فتنه جان دیگه خداوند اگر بخواد و خواست خداوند باشه که صحتمند شوه، دمی حدود 6 لک 7 لک شاید دخترک ما تداویشون شوه. ان شاء الله خدا مهربان است که زنده باشه، بخیر باشه، مردم عزیز ما صحتمند باشه، شما کمک و یاری بکنن، خداوند با شما کمک و یاری بکنه. نگرمان صاحبم بر شما دعا بکنن. کل ما دعا میکنیم. بله هر مؤمن مسلمانی که در افغانستان است، همه ما وظیفه داریم که به یکی دیگه خود دعا بکنیم. بله اکثرا به خود ما دعا نکنیم، یکی به دیگه خود باید دعا بکنیم که او بسیار مستجاب میشه. بله و هر پدر پشت ماشش نمیگرده صاحب که ماشش 2000 باشم، مجبور است خود در زمین و زمان بزنه به اولاد خود یک چیزی پیدا بکنه که این تداوی شه. واقعا خب دعا میکنن تمام هموطنان ما. فتنه جان خودت هم بخیر، به زودی خوب میشی ان شاء الله که خوب به دعای هموطنان. و امشب یک تعداد زیاد از هموطنان عزیز ما کمک کردن که اینمی پول هموطنان ما میرسه به فتنه جان و ان شاء الله که بخیر صحتش خوب میشه. زنده باشی. سلام. تشکر از همه دوستان. نامای شانمی خانم از طرف بنیاد خیریه بی بی آر 25000 افغانی، از طرف الحاج فدا محمد الفت صالح یک تن از تاجران ملی کشور روزانه 60000 افغانی تا ختم رمضان، از طرف بنیاد خیریه الحاج اجمل رحمانی 50000 افغانی، از طرف نظیر احمد نظیری رئیس شرکت صادق نظیری 270000 افغانی برای مساعدت به برنامه رسیده که روزانه 30000 افغانی تا ختم رمضان برای هموطنان ما حتما خواد دادیم، و از طرف حاجی حبیبالا پیرزاده رئیس کمپنی های ACCL انترنشنل 20000 افغانی، 100 دلار از طرف تاجر جوان افغان مقیم لندن، از طرف شاگردان استاد قیس رابین 10000 افغانی، 5000 افغانی از طرف برنامه افطاری پروین پشتونوار از لس آنجلس امریکا 5000 افغانی، 15000 افغانی از طرف بنیاد اتاق تجارت بین المللی افغانستان، عالمشا نظیری و ماریا نظیری از آلمان 5000 افغانی، دکتر صاحبی که نخواست نامش ذکر شود 10000 افغانی، دکتر رحیم الله عزیزی از شهر آلماتای قزاقستان 5000 افغانی، از طرف حاجی فرید حافظی 5000 افغانی، از طرف داوود کندوزی از آلمان 5000 افغانی، از طرف آقای رمضان بشردوست 5000 افغانی، از طرف انجینیر علی 5000 افغانی، 5000 افغانی از طرف یکی از باشندگان خیرخانه کابل، رسولی صاحب از فرانسه 5000 افغانی، از طرف شمس الرحمن قاضی زاده از امارات متحده عربی 5000 افغانی، از طرف بی بی حاجی از امارات متحده عربی 5000 افغانی، از طرف فامیل حاجی محمد آصف از شهر لندن 7500 افغانی، از طرف آقای داوود سلطانزوی و زهره داوود 5000 افغانی، محمد نعیم و حامد از کالیفرنیا امریکا 100 دلار. بله. تشکر از همه. کاملا ماشاءالله کمک و یاری هموطنان عزیز ما بیشتر شده در بخش مساعدت برنامه افطاری. همچنان بشیر وفا آوازخوان جوان 5000 افغانی، ضیاءالحق صافی دکاندار 5000 افغانی، از طرف یک هموطن ما از واشنگتن دی سی امریکا 5000 افغانی، عبدالرزمجو از نیوزلند 800 دلار به برنامه فرستادن، سهم امشب 100 دلار، از طرف هارون تامینه و زحل سادات از شهر فرانکفورت آلمان 15000 افغانی به برنامه رسیده، سهم امشب 5000 افغانی، از طرف بی بی آجی عزیزه کاظمی و دوستانش از وانکوور کانادا 34160 افغانی به برنامه رسیده، سهم امشب 5000 افغانی، از طرف عمران احمدی از کشور کانادا 5000 افغانی، از طرف نرگس حنیف از کالیفرنیا امریکا 100 دلار، از طرف خلیله خالد از کانادا 10000 افغانی به برنامه فرستادن، سهم امشب 5000 افغانی، ملائکه سعیده حمید و الماس سید حمید 10000 افغانی به برنامه فرستادن، سهم امشب 5000 افغانی، بی بی جی از لندن 10000 افغانی به برنامه فرستادن، سهم امشب 5000 افغانی، نورالله نوری و بی بی جی نورزیه نوری 14070 افغانی به بخش مساعدت برنامه فرستادن، سهم امشب 5000 افغانی، شرکت هرات پلاست تولید کننده ظروف یک بار مصرف 100000 افغانی به برنامه فرستادن، سهم امشب 10000 افغانی، از طرف ملینا احدیار مقیم لندن 5000 افغانی، در مجموع 337500 افغانی و 400 دلار
پولی است که از طرف هموطنان عزیز و خیرخواه و خیراندیش ما کمک و یاری شده و امشب این سهم فتانه و پدرش شرف‌الدین جان میشه تا اینکه بخیر فتانه جان کاملا شفایاب شوه و این پول می خواهیم که به دست دگرمند صاحب یکی از منصوبین وطن دوست و صادق ما به شرف‌الدین جان اهدا بکنیم که دیده میشه که دگرمند صاحب هم می خواهی که یک مقدار پولی را به ای علاوه بکنه. جیب جان خان، ما طور که قبلا گفتیم همیشه در خدمت مردم خود بودیم و خواهد بودیم، ولی با اون هم خود ما اوقدر ماش گزافه که بگویی نیست، ولی با اون هم یک چیزی که تانستیم امو برگ سبز تحفه درویش از ما از طرف خود 7000 افغانی است که 5000ش از خودم و 2000ش از طرف برادرم که در فامیل کت ما یک جای هستن، بله. او را آوردیم این امیر خدمت از اینا تقدیم میکنیم. خداوند به حق آبروی خودش و این ماه مبارک رمضان ای را به اینا یک وسیله بکنه که دختری از اینا بدون این پول خوب شود و این برشان یک توفه باشه و خیر باشه. قربان شما خواهش میکنم امشالله که جور بشه. عالی است. 373000 افغانی امشب به همت و شهامت دگرمند صاحب و تمام هموطنان عزیز ما که پول فرستادن ما با شرف‌الدین کمک و یاری کردیم. چی احساس میکنین؟ چی گفتنی دارین بر شما بر کسایی که امشب امرای شما در این کمک و یاری سهم گرفتن؟ ما جب جان قند از همه اگه که با ما کمک کردن خداوند به اونا کمک بکنه و با شما هم خداوند کمک و یاری برسانه و بکنه که شما ما را یاری کردین و ما را همدردی کردین، ما را همکاری کردین، در این برنامه تون دعوت کردین. جهان سپاس از خودتان و از دگروار صاحب محترم هم جهان سپاس میکنیم. خداوند همه مریضایی که در سراسر افغانستان از هزار هم از اسلام است، خداوند همه گیش شفای عاجل نصیب کنه. ما از همه گی جهان آمین. سپاس میکنیم سر. تشکر اشرف‌الدین عزیز. دوستا یک وقفه داریم و پس از وقفه اذان مغرب و بخیر یک افطار خوب و خوش هم میداشته باشیم. طاعت و عبادات همه شما به درگاه خداوند قبول باشه، روزه و نماز همه شما قبول. میمانای عزیز یک بار دیگه بسیار خوش آمدین و انشالله که از صرف غذا لذت ببرین و غذایی که امشب صفی الله جان آماده ساخته مورد پسند شما قرار بگیره. سلام و درود بر شما، سلام و درود به پاسداران وطن نازنین ما جناب نزایی زای محترم و پدر بزرگوار ما که کمک برشان شد بدون شک پیش خداوند قبول و مقبول شده و سلام جداگانه خدمت کسانان کمیل اعظم مرسل دارد. طبق معمول ما 4-5 قسم غذای را که آماده می سویم، یاز حبوبات می باشه، یاز تارکوری باب، یاز میوه‌جات که خوشبختانه امروز ما مواد را که آماده ساختیم امیل لحظه یاد ما رفت رواش این خوصایی که نخلم نمیدی رواش است که از رواش برنج شما در ساختیم، قربی شما در ساختیم و سوپ شما در ساختیم، ولی مشکل است که چیزایی که ترش باشه از او آدم مواد آماده بسازه. من ولی خوشحال هستم که ما آماده ساختیم، امیدوار هستم که خوشم بیاد، ولی تحقیقات نشان داده رواش برای کسایی که تکلیف قلب داره، کسایی که رگهای قلبش بند است برای او خوب است، ولی در خوردنش افراط صورت نگیره و خصوصا برای طفلا که کم اشتیا می باشن برای اونها بسیار زیاد خوب است و رقیق کننده بسیار خوب است، برای نقرس بسیار خوب است، اشتها آور است. امیدوار هستم که خوش شما بیاد، نوش جان شما. شکر سبحان الله، زحمت کشیدی، خدا خودت هم توفیق بده، روزه و نماز خودت هم خداوند قبول بکنه که خودت در خدمت همه ما هستی. خیر باشه هستم که من امروز یک نظامی بسیار معزز محترم با خود. قربان شما. خوب است که فتانه جان خودت دیگه از میرواج باید زیاد بخوری که خوب اشتها داشته باشی، خوب نان بخوری. خب اینا تا بگو، نان تا بگی، نان تا بخور فرید. بخور. اشتها خوب بر همه دوستا. بفرمایید. و دگر من صاحبم این غذا رو بخوره ببینه که با قروانی از یا چی تفاوت داره. مقدر تفاوت نداره، بعد میز ما نان ما بد نیست، فضل خدا ده اردو نان ما بشا خوب است. خدا را شکر. بله. نان اردو فضل خدا خوب است. چیزی کم و کاستی نداره. عالی است. و ولی رواش در بینش استفاده نمیکنیم مجیب جان. در اوجه. ولی دیگه چیزا هست. پلاو هست. همیشه وقت گوشت هست. حبوبات استفاده میشه. سربازای ما فضل خدا از نگاه جسمی بسیار
قوی هستن در مقابل دشمن به فضل خدا. دل جمع ما تو خو کنین مثل ازی که در بطن ما غر خو هستین به فضل خدا. خداوند همیشه شما را سر بلند داشته باشه. دوستا با 372500 افغانی که امشب با شرف الدین کمک و یاری شد، انشالله آرزوی ما است که فتنه جان دخترش شفایاب شود. اول طبابت پیشرفت کرده، انشالله که تداوی و علاج وجود داره. حال دوستا وقفه میگیریم، پس از وقفه دوباره برمیگردیم با بخش دعا و نیایش. عزیزا بازم خوش آمدین به برنامه افطاری. آرزو میکنم که وقتتان خوب و خوش گذشته باشه با ما و افطار خوب و خوش در کنار خانواده، دوستان و همکارانتان داشته باشین و دعا میکنیم که خداوند به برکت ماه مبارک رمضان تمام بیمارا را شفا بده. حال بخش دعا و نیایش است. بدر قسمتی که از هنرمندان خوب کشور ما میرویس جان نبی با ما هست. میرویس نبی را هم خوش آمدید میگیم. بسیار خوش آمدین. خوش باشین، سلامت باشین مجب جان. ما هم یک سلام گرم پر از محبت تقدیم شما هدیه جان و در جناب دگروال صاحب حاضرین تالار و بیننده های تلویزیون شما تقدیم میکنم. سلامت باشین، بخیر باشین. بخیر باشین. اینه بخیر، 20 روز سپری شد، فقط 10 روز دیگه مانده. انشالله که 10 روزم به خوبی سپری شد و ما خوب از این فیض ببریم از این روزهای مبارک. بله. چی امشب بخیر میخوانین شما؟ یک آهنگ قوالی است که شعرش از شمس تبریز است و کمپوزش هم دوستا قبلا هم خوانده، ما کم تغییرات آوردیم داشت، خواستیم که برای دوستا تقدیم کنیم. خدا کنه که مورد پسند همگی دوستا قرار بگیره. عالی از دوستا، پس بیاین که با هم این قوالی زیبا را با صدای مقبول میرویجان نبی با هم یک جا ببینیم و بشنویم. Mustafa ya
خوش آمدین دوستان عزیز، سپاس از همراهیتان. انشاءالله که افطار به خیر گذشته باشه و نان نوش جانتان و خدا کنه که طاعت و عبادت همه ما و شما به دربار خداوند یکتا قبول شود. مهمان ما با ما در استیدیو هستن، انشاءالله که بر شما هم خوش گذشته باشه افطار با ما. قربان شما. واقعا در جایی که انسان در یک مسئله خیر اشتراک میکنه واقعا خوش میگذره، چنانچه میگه هر عمل انسانیه که هر عمل انسانی که توأم با اخلاصمندی، نیت پاک و محبت و نیکی اجرا و به خاطر نیکی و سعادت مردم اجرا میشه باعث رضای خداوند است. هر عمل نیکی که یعنی این کاری را که شما میکنین واقعا یک عمل نیک است که شما اجرا میکنین و مردم را دعوت میکنین و مستضعفین دستش میگیرین و خداوند شما را و تلویزیون شما را و همچنان کسایی که کمک کرده اینا را توفیق عنایت بکنه که زیادتر و زیادتر کمک بکنن همچون کسایی را که واقعا مستمند است. سلامت باشین. حالا دیگه افطارم شد، فقط دیگر من سه فقط سرما کومندکو که میترسه بگی تیار بستان میشه بیادر دیگه آلی که مرش مرش میریم آلی تو راست که هر جایی که بخوایی سرباز منفرد هستی عدی جان نمیشه که آلی هم قدید گد باشه که مرش مرش هم مزه بتا تا کتنا مزه نمیتا دیگه پسوانا بخیر که بخیر خودت چون پدرت هم منصب دار است حتما در یک فامیل منصب دار نظم و نسقش بسیار همه تو کمک کاری دیکتاتور هست دیگه مجبور هستیم که همه تو باشیم عسکر هستیم کاملا دیگر مثل قسمی که شما داری کردین من افتخار ایجا دارم که فرزند یک منصبدار هستم و اونا هم در خانه بر ما همی ضوابط همی دیسپلین بر ما یاد داده که یکان فهمت و همراه همکارا در کار از امی اصطلاحات و قماندهای نظامی استفاده میکنم و خیلی مسلک شما را دوست دارم. اگر من گوینده نمی بودم یعنی 100% بدون شک من به صفوف اردوی ملی و یا پلیس ملی ما یک جای میشدم. آره هم کم از اردوی ملی نیست، یعنی خدمتی را که خودت اینجا اجرا میکنی همی توصیفی را که از اردوی ملی میکنی اینمی خودش یک خدمت از در صفوف اردوی ملی. این تو کم نگی، دست کم نگی. بخیر باشین تقریبا صاحب، در پایان میخواهیم که پیام و گفتنی تان به مردم افغانستان بگوین. در این ماه مبارک رمضان چی خواهد بود؟ پیام ما به مردم افغانستان امی است که همه در این ماه مبارک رمضان دست به دست هم بدیم، با اتحاد و با اتفاق و همدلی، دور از تعصبات نژادی، مذهبی، لسانی، سمتی، تنظیمی دست به دست هم داده و این افغانستان و این کشتی شکسته را به ساحل با هم برسانیم. امی که گفتم دور از تعصبات امو همه چیزایش میتونیم که امی را برسانیم. در غیر صورت اگر ما این امی رقم نفاق در بین خود داشته باشیم دشمن از این امی وقت استفاده میکنه و ما را نمیمونه که همچوش. سلامت باشین. زنده باد اردوی ملی افغانستان. زنده باد افغانستان. تا دیدار فردا، خدا نگهدار.